واحد رنگشناسی رشته معماری، مأخذ کتاب رنگ مدرن، کاربرد رنگ در معماری داخلی، نوشته سارا لینچ، ترجمه فرید عابدین شیرازی. سلام، با قسمت چهارم از برنامه رنگ مدرن و کاربرد رنگ در معماری داخلی در خدمت شما هستیم. در این برنامه سعی داریم به طیف رنگ قرمز بپردازیم و با ترکیب بندی این رنگ بیشتر آشنا بشیم. اگر توجه بکنید به فلفل قرمز و رنگ یاقوت، انرژی و لطافت و ظرافت های خیلی زیادی رو در این اشیاء میبینید که مربوط میشه به رنگ قرمز. رنگ قرمز رنگی بسیار محکم، پرغرور، نشاط آور و اغوا کننده است و در نهایت افسونگری میتونه بی تکلف باشه و در نهایت آرامش میتونه تلاطم رو در انسان ایجاد بکنه. رنگ قرمز از نخستین رنگ هاییه که در اساطیر مختلف و در تاریخ کهن انسان پس از رنگ سفید و رنگ مشکی به اون پرداخته شده و در واقع میتونیم بگیم که کشف شده و از اولین رنگ هاست که در مد لباس و همینطور در دکوراسیون داخلی، مبلمان و لوازم آشپزخونه از اون استفاده شده. بر سر استفاده از رنگ قرمز همیشه نوعی افراط وجود دارد. آدم عادت دارد هنگام استفاده از آن دچار هیجان شود و هرچه میتواند از آن استفاده کند و خود را در سایه های مختلف آن غرق کند. اگر میخواهید رنگ درخشان را بدون عدم تحمل اضافه کنید، مقدار کمی از سایه های آن را در بالش، آثار هنری یا در کفپوش اتاق در نظر بگیرید. پارچه‌های زربافت و منگوله‌های طلایی هماهنگی دلپذیری با قرمز دارند. سبز مکمل قرمز است. ترکیبی از قرمز با سایه کمرنگ سبز تضادی بی‌مبالغه ایجاد می‌کند. سبز کمرنگ‌تر برای جلب توجه رقابت نمی‌کند، اما هنوز برای هر قرمزی نقش مبلغ را ایفا می‌کند. خلق و خوی قرمز برای تأکید یا حتی در حجم زیاد می توانید از قرمز برای تمام اتاقها استفاده کنید. اشیاء قیمتی و کوچک شما با این کار برجسته خواهند شد. طرح آنها بیشتر به نظر خواهد آمد. قرمز هرچند رنگی اصلی است، خلق و خوهای متفاوتی دارد. قرمز هندوانه‌ای، قرمز آژیری، قرمز با جلای مشکی، قرمز گل سرخی، همگی به صورت‌های متعادل و ملایم نیز وجود دارد. قرمز سماقی را در اتاق غذاخوریتان برای تحریک ذائقه استفاده کنید. قرمز مایل به نارنجی را در اتاق نشیمن و زرشکی مخملی را در خلوتگاه بانوان یا هر جای دیگری که دوست دارید مثل محراب روحانی استفاده کنید. از جذابیت‌های طبیعی این رنگ توانایی آن در خلق کانون توجه روی دیوار است. در اینجا یک جاروزنامه‌ای بافته شده ساده مثل یک اثر هنری در برابر دیواری به رنگ قرمز آتشین قرار گرفته است. تأکیدهای سفید همیشه با مبلمان قرمز خوب از کار در می‌آید. برای ایجاد جذابیت مدرن و جامع به علامت‌های ایست و کاربرد قرمز در پرچم‌های ملی توجه کنید. حرارت این رنگ آتشین را با ترکیبی کلاسیک از سفید تازه و رنگ قرمز اصلی سیر تعدیل کنید. ایده ای ساده برای رام کردن هر رنگ روشن، همراه ساختن آن با رنگ سفید یا کرم خصوصا روی کفپوش‌ها و حاشیه هاست. در اینجا یک کفپوش چوبی با سفید براق ترکیب شده است، در حالی که مبلمان ساده و عاری از تزئینات معمول به نظر می‌رسد. به ترکیب نقشه‌نگار چوبی روشن با کرباس سفید دقت کنید.
نکات قابل توجه. 1. از نظر روانشناسی قرمز ضربان قلب و متابولیسم را افزایش می‌دهد. پس آن را در غذاخوری یا اتاقی که به سرگرمی اختصاص یافته به کار بگیرید. 2. برای تعدیل حرارت قرمز را با سفید همراه کنید و تضاد شادی ایجاد کنید که ثابت شده جلب توجه می‌کند. 3. در فنگشوی قرمز با عنصر آتش مرتبط است. پس هر جا که انرژی و محرک بیشتری برای تخیل خواستید، مثل دفتر کارخانگی یا آشپزخانه، از آن استفاده کنید. 4. قرمز کهن‌ترین رنگ است. در هر زبانی بعد از کشف لغات سیاه و سفید، لغتی به نام قرمز را یاد می‌گیرند. اتاقهای غذاخوری به رنگ قرمز اورژانس. قرمز رنگی است گرم، روحی بخش و پر از انرژی. انتخابی عالی برای یک اتاق غذاخوری. نه تنها میگویند اشتها را تحریک میکند، که سرعت متابولیسم را هم افزایش میدهد. به عنوان یک مزیت اضافی، قرمز روحیه را هم تقویت میکند. به مکالمه‌ای جذاب میدان می‌دهد